برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. کادر فنی و مهندسی در استان دیوانیه کار بازسازی و ریخته‌گری صحنه داخلی حرم سید محمد بن حمزه بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام ملقب به سید محمد الاریس را آغاز کردند. در همین راستا علی زیاب علی مهندس مجری این پروژه اظهار داشت نیروهای مهندسی و فنی در حال ادامه تکمیل حیات داخلی با دو لایه بتن مسلح BRC با شبکه زهکشی هستند که نشان دهنده سرعت تکمیل نزدیک به 90% این سهمی باشد. مهندس علی زیاب در پایان تایید کرد که تلاش کارکنان دبیرخانه حرم و سازمان اوقاف مرز مزارهای شیعی در ارتقای وضعیت خدمات رسانی عالی در خور جایگاه این امامزادگان برای زائران و عاشقان اهل بیت لهم السلام ادامه دارد. هانس گرانبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز گذشته به شورای امنیت هشدار داد که یمن در خطر بازگشت به یک جنگ تمام عیار قرار دارد و جامعه بین المللی مسئولیت مشترکی برای جلوگیری از این اتفاق دارد. نیروهای دولتی یمن با حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سال 2014 با گروه شیعیان زیدی این کشور موسوم به حوثی‌ها در حال نبرد هستند. گروه شیعیان زیدی موسوم به حوثی‌ها در یمن پس از شروع جنگ در غزه در 17 اکتبر حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند. گرانبرگ در ادامه گفت بعد منطقه درگیری یمن بیشتر و بیشتر نمایانگر می شود و به سطح جدید و خطرناکی رسیده است. مقامات سینکیان در پی تشدید نظارت خود بر مسلمانان اویغور در این منطقه اقدام به الزامات گزارش دهی برای مهمانان اویغوری را تشدید کردند. بر اساس این الزامات چنانچه مهمانی در منزل اویغورها وارد شود صاحب خانه ملزم است گزارش ورود او را به مقامات سینکیان بدهد، خواه این مهمانی 10 دقیقه باشد یا 2 ساعت. این الزام یکی از چندین سیاست نظارتی سخیرانه است که توسط مقامات چینی برای نظارت بر تحرکات اویغورها اعمال می شود، در حالی که ایالات متحده و برخی از پارلمان‌های غربی معتقدند مقامات چین حقوق بشر در سینکیانگ به طور مداوم نقض می‌کنند و متهم به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند، اتهامی که دولت چین آن را قویاً رد می‌کند.